Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur des phrases qu'on va utiliser en classe. Salam دوستان, امیدوارم که خوب باشید. خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید ما. امروز می‌خوایم در مورد جملاتی استفاده کنیم توی کلاس استفاده میشه. چی؟ معمولاً خیلی از ماها وقتی که میایم به حال به کشور دیگه، به حال کلاس‌های مختلفی، حالا اگه کلاس فرانسه هم نباشه، کلاس‌های فرماسیون‌های مختلفی، کلاس‌هایی که حالا به حال نیاز داریم با توجه به علاقه‌مون یا اینکه حالا به حسب اجبار شرکت می‌کنیم، ولی بعضی وقتا نمی‌دونیم که تو کلاس چجوری سوال بپرسیم، چجوری اجازه بگیریم و چیزایی که معلم میگه رو متوجه نمی‌شیم. خب امروز می‌خوام در مورد 60 تا از این جمله‌های مهمی که بین دانشجو و بین معلم میتونه برقرار بشه رو با هم دیگه کار کنیم. بریم با هم ببینیم. خب جمله اول چیه؟ بونجور. میدونید اگر روز باشه که حتما وارد کلاس میشید میگید بونجور، اگر هم که شب باشه میگید بونسوار. جمله دوم چیه؟ Je voudrais poser une question. میخوام که یک سوال بپرسم. جمله سوم، کس کو ساودیر یعنی چه معنی میده، چی میخواد بگه. کس کو ساودیر وقتی معلم توی توضیح داره میگه ولی متوجه نمیشه، چون ما میگه کس کو ساودیر یعنی معنیش چیه. جمله چهار، je suis désolé j'ai oublié mes devoirs à la maison، یعنی من متاسفم فراموش کردم تکالیفم. devoir میشه تکالیف. فراموش کردم تکالیفم توی خونه. کسکوسه یعنی چه معنی میده؟ این چیه؟ ساسکو پرونونس کوما یعنی چه جوری تلفظ میشه؟ ژونو کومپرون با یعنی من متوجه نشدم، نفهمیدم. ژونه پا بیان کومپری، این فرقش با بالای چیه؟ ژونه پا بیان کومپری یعنی خوب متوجه نشدم. ژونو کومپرون با یعنی نفهمیدم. ژونه پا بیان کومپری یعنی خوب متوجه نشدم. جمله بعدی، pouvez-vous donner un exemple یعنی میتونید یک مثال بدید، یعنی مثال بزنید منظورشه. j'ai besoin d'aide یعنی من نیاز به کمک دارم. یه جایی تمرینی بهتون داده، به حال یه کاری دارید میکنید و وقتی که میبینید که نمیتونید تنهایی و نیاز به کمک کسی دارید، میتونید از استادتون یا حالا به حتی به همکلاستون بگید j'ai besoin d'aide. خب جمله بعدی چیه؟ vous pouvez expliquer encore une fois s'il vous plaît. این یعنی چی؟ یعنی میشه یک بار دیگه توضیح بده، یعنی یک بار توضیح داده متوجه نشدید، ازش میخواد که یک بار دیگه دوباره توضیح بده. تکرار کنید لطفا. جمله بعدی، comment on dit en français یعنی چی؟ یعنی اینو چطور به فرانسه میگیم. حالا مثلا شما یه کلمه رو به انگلیسی میدونید، مثلا comment on dit en français hello، چجوری تو فرانسه میگیم، به فرانسه میگیم hello. بعد مثلا میگه که مثلا میگیم salut، مثلا en français c'est salut، مثلا hello یا bonjour، حالا میتونه معادلای مختلف داشته باشه. پس این جای خالی رو شما باید اون کلمه‌ای که حالا به زبان دیگه میدونید با اون پر کنید. comment ça s'écrit یعنی چطور نوشته میشه. یه جمله ای رو براتون میگه، یعنی کلمه رو میشنوید، بعد بهش میگید، به استادتون میگید comment ça s'écrit، چطور اینا رو بنویسیم، بعد اون یا براتون مینویسه یا براتون اسپل میکنه که شما بنویسید. خب j'ai fini یعنی تموم کردم. یه تمرین رو یه کار بهتون داده، تموم کردید، میگیم j'ai fini دیگه. الان شما زمان گذشته رو میدونید که j'ai fini به زمان گذشته به کار برده شده. خب جمله بعدی، سرکل پش یعنی چی؟ یعنی چه صفحه‌ایه. این کتاب قرار باز کنید، داره درسی رو میده ولی شما نمیدونید کدوم صفحه است، میگید سرکل پش یعنی کدوم صفحه است. خب جمله بعدی، je ne comprends pas ce qu'il faut faire یعنی من متوجه نشدم، که من نفهمیدم که چی کار باید بکنم. یعنی استاد تمرینی بهتون داره یه کار بهتون گفته بکنید، همه دارن انجام میدن ولی شما نمیدونید قضیه چیه، نمیدونید باید چی کار کنید. میتونید از این جمله استفاده کنید که je ne comprends pas ce qu'il faut faire. جمله بعدی، est-ce qu'il y a des devoirs
است کلیه ده دووار یعنی چی؟ است کلیه ده دووار یعنی آیا تکالیف وجود داره حالا برای فردا یا برای بعد میگه آیا تکالیف وجود داره دووار معنی تکلیفه جمله بعدی است که سه پسیب ده پخته من دووار دومن است که سه پسیب ده پخته من دووار دومن یعنی آیا امکان داره که من تکالیفم رو فردا بیارم یعنی خودم فردا بیارم اونا رو با خودم امروز احتمالا فراموش کرد میگید که من فردا میارم پس این سوالیه اسکو جوپو علی او توالت اسکو جوپو علی او توالت یعنی میتونم برم یعنی دارید اجازه میگیرید که برید توالت میتونم برم مثلا دستشویی جمله بعدی جونو سپا جونو سپا یعنی یه سوالی از تو پرسیدن جوابش نمیدونید میگید جونو سپا یعنی نمیدونم جمله بعدی جه اوبلیه مون لیو یا جه اوبلیه مون کهیه یعنی من کتابمو فراموش کردم یا دفترم پس اگر که کتابتون یا دفترتون رو فراموش کردید میتونید از فعل اوبلیه استفاده کنید میگیم جه اوبلیه دیگه میدونید که چرا گفتیم جه به خاطر که زمان گذشته است دیگه یعنی شما فراموش کرده ای تموم شده پس بعد از زمان پس کمپوز اینجا استفاده کردیم جه اوبلیه حالا هرچی که فراموش کرده میتونید بعدش بگید خب جمله بعدی چیه؟ Je serai absent demain. Je serai absent demain. Je serai absent demain یعنی چی؟ یعنی من این هنوز نخوندی زمان آینده است که میگه من فردا غیبت خواهم داشت یعنی نیستم غیبت دارم. یا میتونیم بگیم Je serai absent la semaine prochaine. Je serai absent la semaine prochaine. یعنی من هفته آینده غیبت خواهم داشت. اینجوری اگر که نیازه که به استادتون یا به معلمتون یا حالا به کسی که داره بهتون تدریس چیزی رو میکنه بهش بگید که غیبتتون کیه میتونین از این مدل فرم جمله استفاده کنید خب بریم سراغ جمله بعدی J'étais absent la semaine dernière J'étais absent la semaine dernière یعنی چی؟ یعنی من هفته گذشته غیبت داشتم حالا میخواید اعلام کنید میگید که یا جمله قبلی هفته آینده رو گفتید از زمان آینده استفاده کردید حالا گذشته رو میگید چی j'étais absent la semaine dernière خب جمله بعدی به حاله ساده است خیلی ادوما یعنی تا فردا الاسمین پروشن یعنی تا هفته بعد جمله بعدی کس کلی فوفر Qu'est-ce qu'il faut faire یعنی باید چیکار کنیم یعنی یه کاری ازتون خواستن دوباره مثلا میگید الان باید چیکار کنیم Qu'est-ce qu'il faut faire یعنی باید چیکار کنیم و جمله بعدی سه مسکولن و فمینن این سوالی که خیلی تو کلاس ها میپرسن مثلا یه کلمه رو گفته استاد مثلا میگه حالا هر چی مثلا میگه واتیو ولی خب حالا تو جمله شما متوجه نشید که فمینن مسکولن میتونید بگید سه مسکولن و فمینن یعنی مذکر یا مؤنث اپوله سیلوپله اپوله سیلوپله یعنی چی یعنی اینو طلع یعنی به قول معروف اسپل کردن یه هجی کردن کلمه حرف بر حرف مثلا من میگم اسم شما چیه شما اسمتون میگید بعد من میگم مثلا میگید اسمم مثلا نیکولاس بعد من میگم اپوله votre nom s'il vous plaît یعنی اسمتون چیز که بعد میگید ان ای مثلا حالا بقیه اسمتون هر چی هست بعد من حرف به حرف میگید پس وقتی چیزی متوجه نشدید به کسی میتونید بگید اپوله اپوله s'il vous plaît جمله بعدی désolé je suis en retard حواستون باشه وقتی که سر کلاس میرید و دیر میرسید حتما ابراز تاسف کنید از اینکه دیر اومدید و اینجوری به کلاس و به معلمتون احترام بذارید پس همیشه وقتی دیر به جای میرسید حالا یه کلاس هر جایی میگیم désolé je suis en retard یعنی ببخشید من دیر کردم خب جمله بعدی je ne fais pas l'exercice خب یعنی چی یعنی که من تمرینامو انجام ندادم تمرین از تو خواستم و اعلام میکنید که شما انجام ندادید خب و جمله بعدی چیه؟ Qu'est-ce qu'il faut faire pour la prochaine fois؟ یعنی چیکار باید انجام بدیم برای دفعه بعد؟ حالا منظور جلسه بعد یا هر موقع پس چیزه؟ پس آخر کلاس میتونید بپرسید که Qu'est-ce qu'il faut faire pour la prochaine fois؟ دفعه بعد. خب دوستان اینا جملاتی بود که مهم و کلیدی و پایه‌ای که من به نظرم اگر حفظ کنید خیلی خوبه که تو کلاس استفاده کنید. حتی اگر معلمتون فارسی زبان جایی که دارید میرید و دارید زبان فرانسه یاد میگید اگر از این جملات بتونید استفاده کنید خیلی باعث خوشحالیش میشه که شما بتونید درخواستتون رو به زبان فرانسه بیان کنید خب این جملاتی که تا الان خوندیم جملاتی بودن که دانشجو یا دانش آموز یا زبان آموز از معلم
با معلم وقتی میخواد ارتباط برقرار کنه از این جملات استفاده کنه. حالا معمولا معلم‌ها سر کلاس‌های حالا زبان یا کلاس اینجا چه جملات کلیدی و پایه‌ای میتونن بگن که با دونستن اینا میتونه به شما در درک بهتر مفاهیم کمک کنه؟ بریم با هم ببینیم. لو پروفسور، خب چی میتونه بگه؟ کی وو فر لگزرسیس او تابلو، یعنی کی میتونه انجام بده تمرین او تابلو، یعنی پای تخته. نو رگارده پا لو لیور، نو رگارده پا لو لیور، یعنی کتابتون رو نگاه نکنید. احتمالا داره یه چیزی ازتون پرسه و میخواد که شما اصلا کتاب رو نگاه نکنید. نو پارل پا انسامبل، معمولا تو کلاس ها بچه ها با هم صحبت میکنن و چیز میکنن، برای همین استاد میتونه بهتون میگه نو پارل پا انسامبل، یعنی با هم صحبت نکنید. جمله بعدی، تخوایه پر گروپ دو دو او، یا مثلا تخوا پرسون، تخوایه پر گروپ دو دو پرسون، یا تخوایه پر گروپ دو تخوا پرسون، یعنی کار گروهی منظورشین، یعنی میگه تو گروه های دو نفره یا سه نفره کار کنید. خب جمله بعدی چیه؟ افسه لو تابلو، افسه لو تابلو یعنی تخته رو پاک کنید. ونه او تابلو یا و او تابلو، ونه او تابلو یعنی بیایید پای تخته، یا میتونه بهتون بگه و او تابلو یعنی برید سمت تخته، یعنی بیایید. هم منظورش اینه که حالا بسته پوزیسیون استاد داری، یا میتونه بگه بیایید پای تخته، میتونه بگه برید پای تخته، جفتش یکیه دیگه. پس اگه بهتون بگه ونه او تابلو و او تابلو، جفتش یه معنی دیگه، یعنی شما رو به دعوت میکنه که برید پای تخته. قپته تو انسان، قپته تو انسان یعنی چی؟ یعنی همگی با هم یه چیز رو تکرار کنی، یعنی یه لغتی رو میگه مثلا میگه بونجور سوا، از شما میخواد که قپته انسان، یعنی همه کلاس با هم تکرار کنید. قپته انسان. سعکی لطور متنا، سعکی لطور متنا یعنی چی؟ الان نوبت کیه؟ لطور یعنی نوبت، سعکی لطور متنا یعنی الان نوبت کیه؟ حالا این تو چه مواقعی استفاده میشه؟ یعنی کتاب میخونی بعد حرف پیش میاد و نوبتی که بعد نوبتون کسی که حالا مثلا تمرین و یا اون کار رو انجام بده رو استاد نمیدونه، که برای هم میگه سعکی برای ازام لطومت نه، اگر که مثلا نوبت شما تونه میگید اما برای ازام نوبت منه. خب جمله بعدی، سبیم و تسوار، سبیم و تسوار یعنی خب مثلا شما پا تخته ای دایی داری کار انجام میدید، میگه خب خوبه تمرین انجام شده، سبیم خوبه و تسوار، تسوار یعنی برو بشین، حتی این زمان آینده استفاده کردیم و تسوار یعنی برو بشین، یا میتونه بهتون میگه قطوم از تپلس، یعنی برگرد به جات، یعنی از تپلس یعنی اون جایی که نشسته بودید، میگه قطوم یعنی برگرد سر جات. حالا این دوتا جمله رو میتونه بگه، هر کدومش معنی میده که برگرد سر جاتون، میگه سبیم و تسوار یعنی برو بشین، قطوم از تپلس. خب لوه لما پور پارله، لوه لما پور پارله یعنی چی؟ یعنی دستتون رو بالا ببرید وقتی میخوای صحبت کنی، معمولا میگن لوه لما یعنی دستتون رو بالا اجازه بگید برای صحبت کردن، یا لوه لما پور قپوند یعنی یه سوال پرسیده میگه کی جواب میدونه، همینجوری نباید جواب بدید، باید دستتون رو بالا وقتی که استاد میگه که لوه لما پور قپوند، پس برای جواب دادن باید دستتون رو برید بالا. جمله بعدی، اوور لو لیو ا لا پاج 22، اوور لو لیو ا لا پاج 22 یعنی کتابتون رو باز کنید صفحه 22. پس اول بهتون میگه اوور، این امریه که دیگه حالا هنوز نخوندید ولی خب قطعا به زودی کار میکنیم، امر رو سوژه رو حذف کرده فقط فعل میذاریم، میگه اوور یعنی باز کنید کتابتون رو صفحه 22. افصل تابلو که میشه پاک کردن تابلو، افس لو تابلو، تخته رو میگه پاک کنید، بعد میگه اوه لابروس، اوه لابروس، بروس یعنی تخته پاک کن، اوه لابروس یعنی تخته پاک کن کجاست. اسیوو، اسیوو یعنی بشینید، حالا اسیوو به حالت کلی داره به همه میگه اسیوو، حالا شما مثلا به احترام معلم حالا وایسادید یا هرچی از تو میخواد که بشینید. یا و تسوار یعنی برو بشین، و تسوار یعنی میتونه بهتون میگه برو بشین. اون و اکوته لو دیالوگ، اون و اکوته لو دیالوگ یعنی چی؟ یعنی یک دیالوگ رو با هم میشنویم. اون و اکوته، اینم زمان فتوق که استفاده کرده، اون و اکوته یعنی با هم یه دیالوگ رو میشنویم. کی و پسه او تابلو،
کی و پس او تابلو. یعنی کی میخواد بیاد پای تخته؟ اگر شما حاضر هستید اگه تمرین چیزی حل کنید میتونید بگید مثلا ما کی و پس او تابلو؟ اول ساله، دوم سال میتونید باشه کی و فر لگزرسیس او تابلو؟ کی میخواد تمرین روی تابلو روی تخته حل کنه؟ کی و فر لگزرسیس او تابلو؟ و میتونید خب اگر حاضر هستید بگید سما. خب جمله بعدی چیه؟ کی و کوریژه لگزرسیس؟ کی و کوریژه لگزرسیس؟ یعنی کی میخواد تمرین رو حل کنه؟ خب اینو دوباره نوشتم اشکال نداره. شماره بعدی اوور ووتر لیو، یعنی اوور ووتر لیو یعنی کتاب خودتون رو باز کنید. جمله بعدی فرم ووتر لیو یعنی کتاب خودتون رو ببندید. خب جمله بعدی چیه؟ متنا اون و فر اون دیکته. متنا اون و فر اون دیکته، یعنی الان یه دونه دیکته میگیم بهتون. یعنی اون و فر اون دیکته، یعنی یه دونه دیکته میگیم. دیکته که دیگه خب میدونید چیه. D'abord vous écoutez et après vous écrivez. D'abord vous écoutez après vous écrivez. یعنی ابتدا گوش بدید و بعدش بنویسید. Vous écoutez یعنی گوش دادن، après یعنی بعدش، vous écrivez بعدش بنویسید. جمله بعدی vous avez des questions à poser. Vous avez des questions à poser، میگه آیا سوالی برای پرسیدن دارید؟ اینجا اگر سوال داشته باشید میتونید بپرسید. vous avez des questions à poser. جمله بعدی vous pouvez ranger vos affaires. vous pouvez ranger vos affaires یعنی میتونید وسایلتون رو مرتب کنید، بچینید مثلا داخل کیفتون یه هر چی هست. pour la prochaine fois faites les exercices 3, 4, 5 de la page 60. یعنی برای دفعه بعد تمرین 3, 4, 5 صفحه 60 رو انجام بدید. و جمله بعد کی نه پا فر له دووار. کی نه پا فر له دووار یعنی کی تکلیفش انجام نداده. کی نه پا فر له دووار، کی تکلیفش انجام نداده. و جمله آخر تزوو سیلوپله. تزوو سیلوپله یعنی که ساکت باشید لطفا. اگه تو کلاس همراه باشه معمولا استاد میگه تزوو سیلوپله. خب دوستان این 60 تا جمله مهم بود و کاربردی. حالا بریم یه سری لغات مربوط به مدرسه رو با هم سری ببینیم. لشز صندلی، لانسنیان معلم، لو کختب کیف میشه، لو تابلو تخته، لگوم پاکون، لکل چسب، لاتروس جامدادی، لو کاییه دفتر، لپوبل سطل زباله، لقیگل خطکش، لطبل میز، لتودیان دانش آموز، لسکدو کوله پشتی، لکریون مداد، لستیلو خودکار، للیو کتاب، لبلان لاک غلطگیر، لگرفوز منگنه. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. سعی کنید که از این جملات توی زندگی روزمرهتون توی کلاس حتما استفاده کنید، چون این باعث میشه کمک کنه که برای بهتر صحبت کردن شما. و اگر جمله‌ای هست که شنیدید معنیشو نمیدونید حتما برام توی کامنت‌ها بنویسید، یا اگر جمله‌ای هست که میدونید و من نگفتم توی این ویدیو برام توی کامنت‌ها بنویسید. و مثل همیشه اگر که دوست داشتید ویدیو لایک کنید و اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید اشتراک گذاری کنید کانال رو دوستانتون و عضو کانال یوتیوب ما بشید. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.